از گرگان آمدم کلاردشت، آمدم دیدن شهرام گودرزی استاد. شهرام گودرزی که سال هاست داره مجسمه بزرگ مرد ایرانی کوروش عزیز رو داره میسازه. شهرام چند ساله این اثر رو تا الان مشغولی؟ استاد عزیز شد 3 سال و 13 روز. اول مرداد 95 شروع کردم، الان 13 مرداد 98م. 3 سال و 13 روزه که دارم کار میکنم با عشق، با ایمان. کوروش بزرگ داره میاد. دیکتاتورها باید به هوش باشن. بله شده. یک ثانیه هم اینجا رو ترک نکردی استاد. اینجا رو من ترک نمیکنم، چون اینجا در و دیوار درستی نداره و اینجا میان از طرف این امام جمعه میان سنگ میزنن به کوروش بزرگ و حرفای رکیک خانوادگی به ما میزنن، ولی ما مقاومت میکنیم، ایمانمون رو زیر پا نمیذاریم، تسلیم نشدم. اینا میتونن هر روز منو شکنجه کنن، هر روز آزارم بدن، حتی میتونن ما رو بکشن، ولی جلوشون زانو نمیذارم. هموطن میجنگیم، موفق میشیم، ما پیروزیم، چون از عدالت ما میگیم. عزیزای دلم 3 سال و 12 ماهی که سربازتون اینجا مثل یک سرباز وفادار برای کوروش بزرگ، برای ملت ایران میجنگه. استاد شما این کارو که سفارش نگرفتی؟ نه استاد عزیز، اینجا ما برای ملت عزیزمون، وقتی آدم توی تاریخ مطالعه میکنه و کوروشی رو میبینه که عادلی رو میبینه، دادگستری رو میبینه که میاد و به ملت ها میگه به هم دیگه رحم کنید و به هم دیگه احترام بذارید و هیچ کس حق نداره هم نوع خودش رو کنیز و بنده خودش کنه. کسی که 2500 سال پیش اومد گفت هر کسی در انتخاب دین خود آزاد است، چیزی که همین الان دارن سرش میجنگن. همه میگن ما بر حقیم، ولی خداوند سر جاشه، اما اینا دعوا دارن که خدا مال ماست. متاسفم برای کسایی که نمیتونن بشریت رو ببینن، محدود میشه نگاهشون، محدوده. بله خب فکر میکنی این اثر کی تمام بشه؟ الان فقط بخشای بالایی اثر مانده، این چهره و اینها کی؟ ردای امپراتور میاد و اینجا گرم جلوش گرم خوره، بعد ریش و مو و چهره و بعد تاج امپراتور و بعد افسار و یراق بسیار زیبایی برای این عصر میسازم که تو تاریخ هنر بیرقیب باشه. و بعد میام قسمت پایین عصر که رگ و پیش رو در میارم، بعد با این دوتا پایین نقش برجسته هایی از وصیت‌نامه کوروش بزرگ، نقش برجسته آرامگاهش، نقش برجسته منشور حقوق بشر رو با خط میخی قشنگ رو این پایه ها از درون حکاکی میکنم. اینا هر این مجسمه برای خودش یه موزه است هموطنای عزیز. این مجسمه برای خودش یک موزه است و فقط دورش باید بگردید و عشق بکنید. ما باید حتما براش یک کتابی نوشته بشه، یه دفترچه‌ای نوشته بشه که عزیزایی که تشریف میارن ببینن که این اثر چه پیامی، چه ندایی رو داره از درون تاریخ به گوش ما میرسونه. به نظر من اون ساعت از تاریخ فرا رسیده که تاریخ با زبان صریح و آزادش میخواد سخن بگه هموطن، و میخواد بگه که همه انسان‌ها باید، همه انسان‌ها باید ندای عدالت خواهی رو واقعا فریاد بزنن. هموطن در این اوج بی‌عدالتی باید ندای عدالت خواهی رو فریاد زد و دلاورای ایران باید زنجیرها رو پاره کنن. الان وقتشه هموطن، الان زمانشه. نباید ما توی حفره‌های خودمون بپوسیم. عزیزای دلم باید نابغه های ایران، که ایران به نظر من میلیون ها میلیون نابغه داره و همه ایرانی های عزیزمون نابغه هستن، باید همه بیایم بیرون و دست به دست هم بدیم، قلبامون رو به هم گره بزنیم و ملت عزیزمون از وضعیت اسفناک اینجا. عزیزای دلم درود باشه. روزی از آن ماست، چون خدا با ماست، درود چون حق با ماست، چون عدالت با ماست، درود چون کوروش بزرگ با ماست. فدای شما بشم.